مجمع خبرهای بسیار مهم و تازه که من اکنون به دست ما رسید. رؤسای زن پارلمان 20 کشور جهان میگویند که زنان افغان را تنها نمیگذارند. بلینکن حاضر شد درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنگره شهادت دهد. یونما اعلام کرد طالبان در 3 سال گذشته صدها خبرنگار را بازداشت و شکنجه کرده است و همچنان در پایان و از خبری که همتون بیم داشتید اتفاق افتید. مشروع خبرها 20 رئیس زن پارلمان از سراسر جهان با انتشار مقاله در روزنامه لومون بر تعهد خود برای حمایت از حق آموزش زنان و دختران افغان تاکید کردند. 158 سناتور فرانسوی نیز در نامه سرگشاده خواستار به رسمیت شناسی آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. روبرتا ماتسولا از پارلمان اروپا و یائل براون پیوه از فرانسه، نانسی پلوسی رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا، فرانچینا آرمانگول از اسپانیا و کارولینا سیرویک را از آنگولا از جمله نویسندگان این مقاله هستند. در بخش از این مقاله آمده است افغانستان امروزه تنها کشوری است که آموزش دختران بالاتر از 12 سال و زنان را ممنوع کرده است. دختران جوان افغان نباید از حق جهانی و بنیادی خود محروم شوند. این زنان آخرین فرمان امرالبالمعروف نهی از منکر طالبان مبنی بر ممنوعیت اظهارهای زنان را بینان آخرین میخ بر تابوت آزادی های زنان تلقی کردند. مقاله افزوده است که طبق این فرمان خروج زنان از خانه بدون همراه مرد، شنیده شدن صدای آنها در مکانهای عمومی و حتی خواندن شعر توسط زنان منع شده است. سیاستمداران زن در این مقاله پرسیدند که جرم آنها چیست؟ زن بودن گناه آنها چیست؟ وجود داشتن؟ رؤسای پارلمان 20 کشور در مقاله خود تأکید سپردند که زنان افغان را تنها نخواهند گذاشت. بلینکن حاضر شد درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در کنگره شهادت دهد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا پذیرفته است تا برای شهادت درباره خروج شتابزده نیروهای ایالات متحده از افغانستان در کنگره حاضر شود. پیشتر کمیته روابط خارجی کنگره تهدید کرده بود که بلینکن را به دلیل نقض دستورات احضاری این کمیته و توهین به کنگره متهم خواهد کرد. نمایندگان جمهوری خواه به رهبری مایکل مکار رئیس کمیته روابط خارجی کنگره تا سال گذشته موضوع خروج شتابزده نیروهای آمریکایی از افغانستان را با جدیت روی دست گرفتند. آقای بلینکن پس از اولین درخواست احضار به کنگره در ماه سال چندین بار اشهادت دادن در برابر کمیته امور خارجی خودداری کرده بود. تایید شد. ادعای طالبان روسیه خواستار شرکت طالبان در نشست‌های سازمان شانگهای شد. همزمان با دعوت نشدن طالبان در نشست منطقه‌ای ایکو، این گروه روز دوشنبه مدعی شدند که دبیر شورای امنیت روسیه در دیدار با معاون رئیس الوزرای طالبان خواهان بازگشت افغانستان به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای است. معاون سیاسی اداره طالبان نیز خواستار حضور معنادار این گروه در نشست‌های منطقه‌ای شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت، افغانستان از عضویت در تمام سازمان‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله سازمان همکاری شانگهای که نقش کلیدی در مناسبات اقتصادی و امنیتی منطقه دارد کنار گذاشته شد. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در رأس یک هیئت عالی رتبه روسی در روز دوشنبه به کابل سفر کرد و با مقامات طالبان از جمله عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای این گروه دیدار کرده است. با نقل دفتر عبدالکبیر سرگی شویگو در این دیدار گفت فدراسیون روسیه می خواهد که افغانستان کرسی خود را به عنوان عضو ناظر در سازمان شانگهای دوباره به دست آورد. در این دیدار معاون سیاسی اداره طالبان اظهار داشت امارات اسلامی به عنوان یک نظام مسئول خواهان حضور معنادار در فرمت‌های منطقه‌ای است و آمادگی دارد با کشورهای منطقه همکاری نزدیک داشته باشد. او گفت که این گروه امنیت، ثبات و رشد اقتصادی افغانستان را مرتب با امنیت و رفاه منطقه می‌داند. وای افزوده است این گروه اجازه نمی‌دهد از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده شود. روسیه نگران تهدید گروه‌های تروریستی در افغانستان برای امنیت کشورهای آسیای میانه است. مسکو با بدبینی باور دارد که این گروه‌ها جمله داعش ابزار کشورهای غربی برای ایجاد ناامنی در حیات خلوت روسیه هستند. با اینکه سفر دبیر شورای امنیت و وزیر دفاع پیشین کشور با این نگرانی‌های مسکو مرتبط است، اما این گروه در بیانیه‌های متعدد تلاش کردند که سفر شویگو را عادی نشان داده و بخش از تلاش‌های روسیه برای بهبود روابط با این گروه ترسیم کنند.
افغانستان از سال 2004 به عنوان مهمان در اجلاس‌های سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌کرد و در سال 2012 به عضویت ناظرین سازمان درآمد. تصمیم سازمان شانگهای برای اعطای کرسی ناظر به افغانستان عمدتاً به دلیل هم‌مرز بودن این کشور با آسیای میانه و نگرانی از تجارت تروریسم و ظهور داعش بود. هیچ یک از اعضای شانگهای طالبان را رسماً به رسمیت نشناخته و دعوت طالبان به نشست‌های کشور عضو محدود بوده است. ایران که ریاست سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو را بر عهده دارد، امروز اعلام کرد که از وزیر خارجه طالبان در نشست آتی این سازمان در مشهد دعوت نشده است. یونوما اعلام کرد طالبان در 3 سال گذشته صدها خبرنگار را بازداشت و شکنجه کرده است. یونوما با انتشار گزارش اعلام کرد که از 15 اگست 2021 تا سپتامبر 2024 طالبان 249 خبرنگار را به طور خودسرانه بازداشت کرده است. سازمان ملل تاکید کرده است که در این مدت 130 مورد شکنجه و بدرفتاری و 75 مورد تهدید علیه خبرنگاران را ثبت کرده است. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گزارش 3 ساله خود درباره آزادی بیان تحت کنترل طالبان را روز سه‌شنبه منتشر کرد. در این گزارش آمده است که پیش از تسلط طالبان بر افغانستان حدود 543 رسانه و 10790 کارمند رسانه‌ای در این کشور فعالیت داشتند، اما تنها 3 ماه پس از تسلط این گروه 43% از رسانه‌ها مسدود شدند و تعداد کارمندان رسانه‌ای به 4360 نفر کاهش یافت. یونما اعتراف کرده است که برخی موارد نقض حقوق بشری خبرنگاران به دلیل عدم تایید در این گزارش گنجانده نشدند. سازمان ملل گفته موارد نقض حقوق بشر و آزادی بیان به دلیل موانع فرارای معلومات قضایا ممکن است کمتر گزارش شده باشند. سازمان ملل گفته طالبان با قانون امر بالمعروف محدودیت ها بر رسانه ها را بیشتر کرده است. طالبان رسانه های افغانستان در تبعید را غیر قانونی اعلام کرده است. طبق گزارش یونما، طالبان بخش پارازیت روی ماهواره‌های شبکه افغانستان اینترنشنال را تایید کرده و فعالیت رسانه‌های افغانستان در تبعیدی را غیر قانونی اعلام کرده است. این سازمان واکنش طالبان را نیز مفصل منتشر کرده است. وزارت خارجه طالبان گفت اکثر رسانه‌هایی که در حال حاضر از خارج از کشور پخش می‌شوند از وزارت اطلاعات و فرهنگ این گروه مجوز ندارند. طالبان گفته این رسانه‌ها غیر قانونی شناخته می‌شوند و فعالیت آنها ممنوع است. شرایط دشوار خبرنگاران در افغانستان. رضا اوتنبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در افغانستان گفته است که خبرنگاران در شرایط دشوار فعالیت میکنند. او گفته خبرنگاران اغلب با قواعد نامشخص درباره آنچه میتوانند و نمیتوانند گزارش دهند روبرو هستند و خطر ارعاب و بازداشت خودسرانه را به دلیل پنداشته شدن انتقاد قبول میکنند. ویل کلتر، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، یافته های گزارش یونما را نگران کننده خوانده و از طالبان خواسته است که به تعهدات افغانستان تحت قوانین بین‌المللی از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند. یونما از طالبان خواسته است که از تهدید بازداشت خودسرانه خبرنگاران خودداری کرده و اقدامات مردود کننده علیه زنان خبرنگاران را لغو کند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدئوی بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوی من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. شب روزتان خوش، خدا نگهدار همیتان باشد.